سلام و هزاران درود خدمت شما عزیزای دلم امیدوارم حالتون بی نظیر باشه سرشار از انرژی مثبت باشین لبتون خندون و تنتون سالم باشه من میلاد بهرامی هم خیلی پر انرژی اومدم که با یه جلسه آموزشی دیگه و با آموزش یک مفهوم دیگه توی جاوا اسکریپت و توی دنیای برنامه نویسی در خدمتتون باشم توی این قسمت میخوام در مورد تعریف ثابت ها توی جاوا اسکریپت واسه توضیح بدم همونطوری که توی دو قسمت قبل گفتم دو نوع ظرف توی دنیای برنامه نویسی داریم ظرفی که مقدار داخلش میتونه تغییر بکنه که بهش میگیم متغیر یا وریبل ظرفی که مقدار داخلش قابل تغییر نیست یعنی یه چیزی که گذاشتیم توی اون ظرف درش رو میبندیم و دیگه نمیتونیم در ظرف رو باز کنیم و محتوای درونش رو تغییر بدیم به این نوع ظرف میگیم کانستنت یا ثابت که موضوع این جلسمون هست خب یه یادآوری بکنیم ببینیم متغیر رو چطور تعریف میکردیم توی جاوا اسکریپت کلمه کلیدی ور رو مینوشتیم که مخفف وریبله بعد نام متغیر بعد علامت مساوی بعد مقدار متغیر و در انتها علامت سمیکالن حالا ببینیم چطور یک ثابت رو تعریف میکنیم توی جاوا اسکریپت دقیقا مشابه تعریف متغیره فقط با این تفاوت که به جای ور مینویسیم کانست این کانست هم مخفف کانستنت هست کانستنت هم که یعنی ثابت معنیش به زبان فارسی میشه ثابت خب کلمه کلیدی کانست نام ثابت است با مقدار ثابت و سمیکالن پس دقیقا مشابه تعریف متغیره توی متغیر می ور واسه تعریف یک ظرف از نوع ثابت یا کانستنت می کانست حالا اسلاید بعد رو با دقت گوش بدین که موضوع رو بهتر متوجه بشید. ببینید وقتی ما یک متغیر تعریف میکنیم مثلا می نویسیم ور نامبر مساوی با 20 یک ظرفی توی حافظه کامپیوتر در نظر گرفته میشه اسم ظرف نامبر هست و محتوای درونش قابل تغییره یعنی میتونم من این 20 رو تغییر بدم بعداً، بکنمش 30 40 50 هر عددی اما وقتی یک ظرف از نوع کانستنت یا ثابت تعریف میکنیم به این صورت کانست ایج مساوی 26 این عدد 26 ریخته میشه توی این ظرف اما ظرف از نوع ثابت هست یعنی در ظرف بسته میشه و دیگه نمیتونیم محتوای داخلش که عدد 26 هست رو تغییر بدیم یه مثال دیگه ببینید فرض کنید ما این قطعه کد رو داریم و نامبر مساوی با 20 خب یه ظرف داریم به اسم نامبر داخلش 20 حالا توی خط بعدی میایم می نویسیم نامبر مساوی با 50 چه اتفاقی میافته؟ محتوای داخل ظرف نامبر تغییر میکنه قبلا 20 بوده الان توی ظرف عدد 50 قرار میگیره یعنی محتوای قبلیش از بین میره و محتوای جدید داخل ظرف قرار میگیره حالا اگه همین مثال رو واسه کانستنت یا ثابت بررسی کنیم به چه شکله توی خط اول نوشتم کانست ایج مساوی 26 یک ظرف از نوع ثابت در نظر گرفته میشه توی حافظه کامپیوتر عدد 26 داخلش قرار میگیره حالا اگه توی خط بعد بیام بنویسم age مساوی با c یعنی سعی کنم عدد c رو داخل این ظرف age قرار بدم چه اتفاقی میفته برنامه با ارور مواجه میشه اینجا ارور میده میگه آقا این ظرف از نوع ثابته درش بسته شده دیگه نمیتونی محتوای داخلش رو تغییر بدی بچه ها، این شد تعریف ثابت و متغیر به ساده ترین زبان ممکن دیگه واقعا از این ساده تر نمیتونستم این موضوع رو واسه تون جا بندازم حالا بریم روی کد هم این موضوع رو بررسی کنیم حتما حتما ادامه ویدیو رو ببینید یه موضوع مهم هم میخوام اونجا واسه اون توضیح بدم خب عزیزان دلم من اومدم فایل جاوا اسکریپتیمو اینجا با استفاده از عنصر اسکریپت لینک کردم به این صفحه ای HTML بعد اوپن وید لایف سرور رو زدم که توی مرورگر کروم باز بشه بعدش روی اون صفحه کلیک راست کردم و وارد ابزار کنسول شدم اینسپکتور رو انتخاب کردم وارد قسمت کنسول شدم خب حالا بیایم کد هایی که اینجا نوشتیم رو با هم دیگه بررسی بکنیم من یه مقداری هم اینجا زوم میکنم که شما راحت تر ببینید خب توی خط اول اومدم یک ظرف از نوع وریبل یا متغیر تعریف کردم اسمش رو گذاشتم پی آی و عدد سه ممیز چارده رو توش قرار دادم اوکی؟ عدد پی که توی ریاضی احتمالا شنیده باشین این عدد پی رو حالا توی خط بعدی میان با استفاده از کنسول لاگ اینو به نمایش میذارم خب اینو به نمایش میذارم اینجا سه ممیز چارده پونزه رو واسه من چاپ کرده حالا اگه بیام بنویسم پی آی یا همون پی مساویه با 15 دارم مقداری که داخل ظرف پی هست رو تغییر میدم ببینید اینجا توی خط یک گفتم این عدد سه ممیز چارده پونزه توش باشه توی خط چار اومدم گفتم حالا میخوام 15 توی اون ظرف قرار بگیره خب 15 جایگزین مقدار قبلی میشه حالا یه بار دیگه اگه بیام با استفاده از کنسول لاگ اینو نمایش بدم ببینید اول مقدارش این بوده 3 ممیز 14 15 اینجا هم نوشته روبروش دقت کنید اینجا نوشته این خروجی این عدد مربوط به فایل javascript.js هست یعنی این فایل ببینید اسمش چیه javascript.js بعد دو نقطه جلوش نوشته دو یعنی مربوط به خط دو هست ببینید این عددی که به نمایش گذاشته شده مربوط به خط دو هست بعد میگه دوباره توی همین فایل جاوا اسکریپت جی اس توی خط 5 یعنی اینجا شده 15 پس متغیر مقدار داخلش قابل تغییر حالا من اینا رو کامنت میکنم میام همین رو با استفاده از کانست تعریف میکنم میگم یک ظرف دارم از نوع کانست از نوع کانستنت ثابت اسمشم هم پیه مقدار داخلش هم اینه سه ممیز 14 15 بعد میام با استفاده از کنسول لاگ اینو به نمایش میذارم خب اوکیه اینجا داره نمایشش میده حالا اگه بیام اینجا سعی کنم اینو تغییر بدم یعنی بنویسم پی آی یا همون پی مساوی با 15 و بعد بخوام چاپش بکنم با استفاده از کنسول لاگ همونطور که دارید میبینید اینجا یک ارور به من میده ببینید اینجا چاپ کرده توی خط نو مشکلی نداریم اینجا هم گفته توی فایل جاوا اسکریپت جی توی خط نو اینجا چاپ شده و اینو نمایش داده اما توی خط 11 یعنی اینجا که میخوام اینو تغییر بدم محتوای داخل ظرف پی رو که از نوع ثابت هست رو میخوام تغییر بدم ارور میده به من اینجا ارور رو چی نوشتم متن ارور رو ببینید گفته assignment to constant variable یعنی میگه شما توی خط 11 سعی کردین محتوای یک ظرفی که از نوع ثابت هست رو تغییر بدین و این یک خطا و رو به ما میده امیدوارم این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه حتما حتما شما خودتون بیاید ظرف از نوع وریبل و از نوع کانستنت تعریف بکنید و بعد مقادیرشون رو تغییر بدید و نتیجهش رو ببینید خب عزیزای دلم قربونتون برم در انتهای این جلسه می کچولو هم میخوام یه کوچولو با همدیگه گپ بزنیم اینکه ازتون خواهش میکنم تمرین و تکرار داشته باشین و قدر این آموزش ها رو بدونید اگه یک درصد شک دارین که این آموزش متفاوت است از هرچی آموزش جاوا اسکریپتی دیدین کافیه برین آموزش های بقیه رو ببینید بقیه مدرس ها رو ببینید حتی گرونترین دوره هایی که توی وب فارسی وجود داره دوره های جاوا اسکریپتی هست که هزینهشون شون 8 میلیون 9 میلیون ده میلیون تومن هست توی وب فارسی فقط کافیه برید مثلا قسمت هایی که مربوط به متغیرها و کانستنت ها و وریبل ها و اینا هست رو توی بقیه دوره های آموزشی ببینید اصلا چیزی متوجه نمیشید از اونا این مسیر هست که من خودم قبلا رفتم وقتی میخواستم یه مفهومی رو یاد بگیرم مجبور بودم برم ده تا دوره آموزشی مختلف رو ببینم از همشون یه چیزی دستگیرم بشه الان شما با این آموزش با این سبک تدریس هر قسمت رو که میبینید همونجا متوجه میشید پروندهش بسته میشه واسطون واقعا قدر این آموزش رو بدونید و پر انرژی و با قدرت ادامه بدین امیدوارم بهترین نتیجه ممکن رو از این دوره بگیرین مراقب خودتون باشین تا جلسه بعد خدا نگهدار